شنبه شب زندان اوین تهران پایتخت ایران دچار حریق شد. ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد همزمان با بالا رفتن ستون دود و آتش، صدای انفجار و تیراندازی نیز از محوطه زندان به گوش رسید. پس از تجمع مردمی در خیابان‌های منتهی به اوین و تظاهرات شبانه در حمایت از زندانی‌ها، اینترنت موبایل در اطراف زندان از سرویس خارج شد و یگان‌های ویژه ضد شورش نیروی انتظامی در محل مستقر شدند. روزنامه رسالت چاپ ایران در مطلبی با عنوان پدیده عجیب طلاق سوری نسبت به افزایش پدیده طلاق توافقی در پی عجز و ناتوانی اقتصادی در ایران خبر داد. در بخشی از این مطلب آمده سال هاست که نوعی از طلاق توافقی در میان برخی خانواده ها رواج یافته که تحت عنوان سوری و یا تأمین اجتماعی شناخته می شود و بنابر آماری که نایب رئیس مجلس مطرح کرده حدود 30% طلاق در کشور سوری است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی تا 2.7% کندتر شود. در سایه فشارهای ناشی از بحرانهای ناشی از جنگ در اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، تورم و افزایش نرخ بهره، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده شرایط اقتصادی بدتر از این خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند تورم جهانی در اواخر سال جاری میلادی به 8.8% برسد که نسبت به سال قبل تقریباً 2 برابر می‌شود. ارتش سومالی شنبه 15 اکتبر 2022 شهرک راهبردی هوادل واقع در بخش مرکزی این کشور را تحت کنترل گرفت و 30 شبه نظامی تروریست وابسته به گروه سنی‌های تندروی از شباب را نیز از پای درآورد. منطقه هوادل که در حدود 30 کیلومتری شهر بالکات قرار دارد، دروازه مهمی برای سنی‌های تندروی از شباب بین مناطق شبیلا، سفلا و مرکزی است و یکی از اصلی ترین تقاطع نقاط برنامه ریزی برای حملات بمب‌گذاری در شهر موگادیشو به شمار می رود. قابل ذکر است به دلیل تهدید 15 ساله جنبش تروریستی از شباب، 1 میلیون سومالیایی مناطق خود را به مقصد شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت موگادیشو ترک کردند و اغلب آنها در کمپ‌های غیررسمی مقیم شدند. منابع محلی در سوریه از وقوع درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های مسلح تروریستی در شمال سوریه خبر داد. مناطق تحت سیطره گروه‌های تروریستی در سوریه منتظر سرنوشت نامعلومی بعد از درگیری‌های داخلی بین این گروه هاست. اتفاق بارز در این باره ورود گروه هیئت تحریر شام در درگیری‌های مسلحانه در حومه شمالی حلب است. عراق یکی از بیشترین کشورهای جهان است که از خشکسالی آسیب دیده است. طبق تحقیق‌های صورت گرفته توسط پژوهشگران، تغییرهای آب و هوایی جهان در 20 سال گذشته به گونه‌ای بوده که در 400 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بر اساس این تحقیق‌ها، رودخانه‌ها در کشورهای مختلف جهان در چند سال اخیر عقب نشینی کردند و عراق به یکی از 5 کشور آسیب پذیر در برابر پیامدهای تغییرات آب و هوایی تبدیل شده است.